برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق روز چهارشنبه 8 فروردین از بازداشت مسئول واحد خمپاره‌ای گروه تندرو سنی داعش در استان نینوا خبر داد. سخنگوی وزارت کشور عراق گفته که نیروهای واکنش سریع توانستند یکی از عناصر داعش با کنیه ابوالیمامه را که مسئول واحد خمپاره این گروه بود در شهر الشرقات در نینوا دستگیر کنند. نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر کشور ادامه می دهند. گفتنی است عناصر باقی مانده از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند. سازمان بین المللی مهاجرت طی بیانیه‌ای اظهار داشت ایرانیان در طول 5 گذشته بیشترین فراوانی در بین پناهجویان غیرقانونی برای ورود به بریتانیا را به خود اختصاص دادند. این سازمان سال 2023 را مرگبارترین سال برای مهاجران خواند. بنابر برخی از گزارش‌ها پس از شهروندان افغانستان، شهروندان ایران، ترکیه و عراق در صدر جدول مهاجران غیرقانونی اروپا هستند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ ایالات متحده آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که اردوگاه سنی‌های تندروی داعش در کشور سوریه بمب ساعتی هستند. در ادامه این گزارش آمده دست کم 9000 فرد در اردوگاه‌هایی در سوریه حضور دارند که جزو نیروهای سنی تندروی داعش به شمار می‌روند و به مثابه بمب ساعتی هستند که هر لحظه ممکن است از اردوگاه بیرون آمده و میان مردم جامعه حضور یابند و به اقدامات‌های تروریستی دست بزنند. به نوشته این روزنامه این اردوگاه‌ها توسط نیروهای دموکراتیک سوریه و با همکاری نیروهای آمریکایی اداره می‌شود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 8 فروردین به نقل از یک منبع آگاه در هند نوشت که دولت این کشور قصد دارد تا یک دیوار به طول 1610 کیلومتر در مرز خود با میانمار احداث کند. این منبع که رویترز به نام او اشاره نکرده است گفت که هزینه این طرح حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود و افزود که احداث این دیوار مرزی حدود 10 زمان خواهد برد. هند اخیراً اعلام کرده بود که به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی به سیاست ورود شهروندان میانمار به هند بدون داشتن روادید پایان می‌دهد.